مناسبت ها. 29 آگست برابر با 7 شهریور، روز فرانکنشتاین. فرانکنشتاین نام شخصیت خیالی از یک رمان است که در سال 1818 توسط مری شلی نوشته شد. البته ایده اولیه نوشتن این کتاب را لورد بایرون، شاعر رمانتیک انگلیسی، داده بود. این رمان داستان دانشمندی جوان به نام هنری فرانکنشتاین را بیان می کند که در حال آزمایش بر روی اجساد مردگان است تا با ترکیب اجزای بدن آنها موجودی جدید را به وجود بیاورد. اما مشکل از جایی شروع میشه که دستیار وی که شخصی گوش پشت به نام فریتز است، مغز مرده جنایتکار را برای او میآورد و هنری بدون اطلاع از این موضوع مخلوقش را به وجود میآورد. او نیز طی ماجرایی از پیش هنری میگریزد و در شهر داستانهای مخوفی ایجاد میکند. جالبه که بدونین نه تنها روزی به فرانکنشتاین اختصاص دادن، بلکه از روی این رمان بیش از 30 نسخه سینمایی و تلویزیونی اقتباس و ساخته شده که معروف‌ترین اونها با همین نام در سال 1931 توسط کمپانی یونیورسال ساخته شد که کارگردان آن جیمز ویل بود. از نکات جالب توجه این فیلم اینه که فرانکنشتاین را بوریس کارلوف بازی کرد که البته بسیاری معتقد بودند گریم متفاوت کمک بزرگی به او در ایفای این نقش کرده است. جک پیرس، چهره پرداز این فیلم، روزی 3 ساعت برای گریم این بازیگر وقت صرف می‌کرد. یونیورسال جمعاً تا سال 1970 مبلغ 13 میلیون دلار از این فیلم کسب درآمد کرد. البته نسخه دیگری نیز با بازی رابرت دنیرو در سال 1994 ساخته شده است. دیدن این فیلم خالی از لطف نیست.